خب بعضی از گروهایی که ایجاد خشونت میکنن گروهایی هستن که خودشون گروهای اسلامی معرفی میکنن. خب قرآنی که در آل نقر حالا به خصوص کشورهایی که بنده خودم رفتم و از نزدیک دیدم قرآن یک کتاب ترور، برنامه ترور و آدمکشی در معرفی میشه. یعنی ما اگر میخوایم بدانیم اسلام حقیقتش چی هست، اسلام آیا دین خشونت هست یا دین رحمت و رحمت، باید بریم سراغ رفتار و منش پیغمبر. نمیگه یک مؤمن رو، نمیگه یک مسلمان رو، بلکه میگه یک نفس، یک مخلوق خداوند، یک فرد روی خداوند رو آفریده به عنوان یک بشر. حالا میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هر مذهب و هر مکتبی رو دنبال کنه. در فتح مکه پیغمبر وقتی وارد مکه میشه، وقتی پرچم رو یکی از صحابی دست میگیره میگه الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، از کسانی که 10 سال خون بده پیغمبر کردن، پیغمبر پرچم رو میگیره دست امیرالمومنین دیگه میگه فریاد بزن الیوم یوم الملحمه، امروز روز مرحمت، رحمت، لطف و رحمت است. مثلا وقت الله هم حیث وجدتموهم، برید اینا رو پیداشون بکنید بکشید. خب اینا آیات قرآن، نمیتونیم بگیم اینا آیات قرآن نیست. اگه کسی میخواد واقعا فهم قرآن درستی داشته باشه، نمیتونه فقط قسمتی از آیه رو برداره و اون رو شعار کنه و با اون حمله کنه. این مسلمان ها چی هستن که این کتاب چه کتابیه که اونها برای حمله کردن و کشتار و غارت دیگران استفاده میکنن و به عنوان نمادها و شعارهای خودشون استفاده میکنن؟ ببینید این نکته بسیار مهم هست. حضرت فرمان دشمنه اومده مقابل تو ایستاده، ولی تو جنگ رو هیچ وقت آغاز نکن. هرچند حق با توه، ولی بگذار اونها شروع کننده جنگ باشن. خدا به هیچ وجه به هیچ کسی اجازه نمیده نفسی رو بکشه، به هیچ وجه. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی که یکی از معاونت‌های دفتر تبلیغات هست، در حقیقت به یکی از رسالت‌های مهم حوزه علمیه می‌پردازه و اون همونطور که از اسمش پیدا هست پاسخگویی به سوالات دینی هست. به خاطر اینکه گستردگی داشته باشه و سوالاتی که در سطح جامعه وجود داره اونها رو بتونه پوشش بده، بخش‌ها و گروه‌های متعددی برای پاسخگویی در مرکز ملی وجود داره. گروهی به نام گروه قرآن و حدیث که به سوالاتی که پیرامون قرآن و حدیث هست میپردازه، همینطور گروه اخلاق به سوالاتی که پیرامون مباحث اخلاقی و عرفانی مرتبط هست و سوالاتی که پیرامون این موضوع هست توسط کارشناسانش پاسخ داده میشه، همینطور گروه احکام که بیان کننده نظریات مراجع ازام تقلید پیرامون مسائل احکام و وظایف شرعی هست. گروه دیگر گروه کلام و اعتقادات هست. گروه دیگری که وجود داره گروه تاریخ هست که به تاریخ اسلام و سوالاتی که پیرامون تاریخ اسلام وجود داره، سوالات، شبهات و نکاتی که وجود داره پاسخدهی میکنه. و گروه دیگر و در حقیقت گروه پایانی گروه مشاوره هست. به واسطه اینکه پدرم علاقمندی بسیار زیادی به مسائل دینی و عبادی داشت و اونقدر مقید بود به مسائل دینی و عبادی که حتی نماز خودش رو هیچگاه ما ندیدیم که توی خونه بخونه. بنده از دوره راهنمایی که تمام شد سیکت وارد حوزه علمیه اصفهان شدم. حدود 1 سال گذشته بود. خب فضای جبهه و جنگ، سال 64 وارد حوزه علمیه شدم، سال 65 چون فضای جبهه و جنگ و نیازهایی که به نیروی انسانی وجود داشت به عنوان بسیجی عازم جبهه شدم. بعد از آنی که جنگ تمام شد برگشتیم دوباره به حوزه علمیه اصفهان و تحصیلات خودمون رو ادامه دادیم که مدتی رو در درس خارجه حضرت آیت الله عظمی مظاهری شرکت کردیم، ولی به واسطه شوق و علاقه‌ای که داشتیم
راهی حوزه علمیه قم شدیم. خب در همین فاصله که تحصیلات حوزوی رو داشتیم، از همون زمانی که وارد حوزه علمی اصفهان شدیم خیلی دوست داشتم که دروس جدیده رو ادامه بدیم. بنابراین همون زمانی هم که جبهه بودیم ثبت نام کردیم برای اینکه اول دبیرستان رو امتحان بدیم. بعدش امتحان دادم، فرصت نشد. وقتی برگشتیم به صورت متفرقه دیپلم رو گرفتم و در حقیقت بعد کنکور ورود به دانشگاه رو امتحان دادم، رتبه زیر 500 رو آوردم. به خاطر اینکه دوست داشتم تحصیلات حوزوی خودم رو داشته باشم در رشته ادبیات عرب دانشگاه شبانه دانشگاه اصفهان ثبت نام کردم. همزمان هم کارشناسی ارشد علوم قرآنی رو گرفتم و بسیار علاقه‌مند بودم که تا مقطع دکترا هم تحصیلات دانشگاهی رو ادامه بدم که در رشته شیعه شناسی کنکور شرکت کردم و الحمدلله الان مشغول ادامه تحصیل در رشته شیعه شناسی دانشگاه هستم. پاسخگویی و برطرف کردن شبهه‌ها و تردیدها در عصر امروز نیازمند داشتن آمادگی فراوان از نظر علمیه. احساس کردم برای دونستن بیشتر در این حوزه و چگونگی کارکرد سیستم‌های تبلیغی پاسخگویی و لزوم وجود اونا، مجدداً به سراغ دفتر تبلیغات اسلامی برم. یکی از شؤون و ویژگی‌های پیامبر اکرم که قرآن کریم هم بهش اشاره کرده بحث تبیین آیات الهی است. یعنی پیامبر اکرم سوای اینکه و در کنار اینکه پیامبر الهی است، نبی مکرم خداست، یکی از وظایفش تبیین آیات الهی و در واقع به نوعی تبلیغ آیات الهی است، با دو راهبرد: تبیین وظایف مردم و همچنین پاسخگویی به سوالات و شبهاتی که احیانا در مسیر تاریخ برای امت اسلامی و مسلمانان پیش میاد. بر این اساس تبلیغ دین مبین اسلام، تبلیغ مکتب نورانی اهل بیت با همون دو راهبردی که عرض شد وظیفه اصلی حوزویان، روحانیون، مراجع و علما بعد از غیبت ائمه اطهار مقرر شد. بر همین اساس در واقع حوزه‌های شکل گرفت که یکی از وظایف اصلیشون تبلیغ این مکتب نورانی بود و بعد از انقلاب اسلامی بر همین اساس امام راحل عظیم الشان و با تیزبینی که داشتن و با دقتی که داشتن به فکر تأسیس یک مجموعه افتادن که در واقع این امر رو هم ساماندهی بکنن، هم منظم بکنن و از همه ظرفیت هایی که حوزه و حوزویان می توانن در امر تبلیغ داشته باشن استفاده بکنن. وقتی که ما توی فضای مجازی میریم، خب در حقیقت مزایای خودش رو برای ما داره. اولا بدین معنا هست که ما حتما لازم نیست که اگر من در شهر قم هستم اون پرسشگر من هم در شهر قم باشه. ما داریم دوستان بزرگواری که مثلا حتی کمک ما میکنن برای پاسخ توی فرانسه است. دوستی داریم که در حقیقت با نام رضا توی فرانسه پاسخهای اتفاقا بچه خیلی متعصب و متدین و بچه هست که خیلی دوست داره وارد بحثای دینی بشه، تا یه پست حساسی براش باشه، بحث جالبی باشه، سعی میکنه اطلاعات و داده هایی که توی اروپا راجع به اون در حقیقت بحث شده به ما کمک میکنه. دوستی داریم توی استرالیا هست یا هر کشور دیگری. خوبی این فضا اینه که ما در یه فضای مجازی دیگه حد و مرز جغرافیا برامون وجود نداره. طبیعی است که وقتی که انقلاب اسلامی به عنوان یک مسیر، به عنوان یک مکتب خودش رو معرفی کرد،
نکاتی، شبهاتی، سوالاتی مدام در واقع ذهن معتقدین و مؤمنین رو خواهد رنجاند و وظیفه در واقع کسانی که در این حوزه دینی دارن مطالعه میکنن، درس میخونن و در واقع عمرشون رو مصروف کردن، قطعا پاسخگویی به این سوالات و شبهاتی که روز به روزم در واقع فزونتر و بیشتر میشه. و طبیعی هم هست وقتی که مکتبی زنده باشه، پویا باشه، دربارش سوال میشه، بهش شبهه میشه، بهش انتقاد میشه و در واقع این بخش عظیمی از وظایف حوزویان در عصر غیبت هست که الحمدلله با این تیزبینی امام راحل عظیم الشأن دفتر تبلیغات این وظیفه رو بر عهده گرفته است.